عدم اجازه اعضای ائتلاف حمایت از قانون به داخل ولس جرگه و مراسم تحلیف 8 تن از نمایندگان جدید، به نتیجه خواندن نشست 4 جانبه تاجیکستان از سوی برخی آگاهان، نگرانی ها از نبود احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان، افزایش ناامنی ها در رسوادی ژیره ولایت قندهار، هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حکومت ایران، متهم شدن ایران و ترکیه از سوی سازمان نظارت از حقوق بشر در کشور غیر نظامیان و کشتن 20 تن در نارمه های اخیر در سوریه. به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به خبرهای این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 12 سنبله سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 سپتامبر سال 2011 میلادی. اکیم بوده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نیروهای امنیتی امروز با محاصره اطراف شورای ملی به نوتن از نمایندگان سلب صلاحیت شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای ائتلاف حمایت از قانون به داخل پارلمان اجازه ورود ندادند، که این امر با واکنش جدی اعضای ائتلاف حمایت از قانون مواجه گردید و آنان این کار را غیر قانونی و کودتا در برابر پارلمان خوانده هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند بحران بزرگ را در کشور به وجود آورد. حکومت 8 تن از نمایندگان جدید را به ولسی جرگه به روز شنبه معرفی کرد و به 9 تن از نمایندگان سلب صلاحیت شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان اعضای ائتلاف حمایت از قانون به داخل ولسی جرگه از سوی نیروهای امنیتی اجازه ورود به داخل شورای ملی داده نشد، که واکنش های شدید ائتلاف حمایت از قانون را به دنبال داشت. ائتلاف حمایت از قانون پارلمانی این اقدام حکومت را کودتا علیه ولسی جرگه خوانده، هشدار می‌دهند اگر به خواست‌های آنان توجه نشود دولت را با یک بحران بزرگ مواجه خواهند کرد. نن په ولسی جرګې باندې د رئیس صاحب جمهور لخوانه، د معاون اول لخوانه چې مارشال فهیم دی، نظامی کودتا وشوله او دوی به د غیر قانونی حرکت زواب ولستا وای. جناب آقای کرزی تماس تلفنی داشت با آقای رئیس و از طریق بلنگوی گوشی تلفن اعضای هیئت اداری در جریان صحبت‌های آقای کرزی قرار گرفتند. آقای کرزی رئیس مجلس را تهدید کرد و با الفاظ شدید اللحن اعلام کرد که این حرف آخر هست و ما از هر وسیله برای تطبیق حکم خود استفاده خواهیم کرد. جناب آقای خلیلی با ما ابراز همدردی کرده و با آقای کرزی به شدت در یک صحبت وارد یک مشاجره و مجادله شده. آقای فهیم گفته که ما از فیصله کمیسیون انتخابات حمایت میکنیم، ولی از اجرای فیصله توسط یک کودتای نظامی حمایت نمیکنیم. اعضای حمایت از قانون میگویند که نیروهای امنیتی به گونه غیر قانونی مانع ورود آنها به داخل شورای ملی شدند. آنان تاکید میورزند که این نیروها به دستور رئیس جمهور کرزی به خاطر محاصره شورای ملی فرستاده شده بودند. با این حال 8 تن از نمایندگانی که اخیراً از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلام شدند، در یک فضای پرتنش در روز جرگه سوگند وفاداری یاد کردند، که این کار با واکنش شدید اعضای ائتلاف حمایت از قانون مواجه گردیده و آنان اقدام رئیس ولسی جرگه را برخواسته از زور و فشارهای رئیس جمهور کرزی خوانده و غیر قانونی میدانند. پس از مسدود شدن دروازه های ورودی شورای ملی و عدم اجازه به اعضای ائتلاف حمایت از قانون و 9 تن از نمایندگانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عزل شدند، 8 تن از اعضای جدید ولسی جرگه که تازه از سوی این کمیسیون برنده اعلام شدند، در حالی که نصاب مجلس ناتکمیل بود و سوی هم اطراف شورای ملی تحت کنترل شدید نیروهای دولتی قرار داشت، سوگند وفاداری یاد کردند، که این کار با واکنش شدید ائتلاف حمایت از قانون قرار گرفته و آنان از عملکرد رئیس ولسی جرگه در این زمینه به شدت انتقاد نموده و آن را غیر قانونی میخوانند. متاسفانه خبر شدیم که در یک اقدام کاملا غیر قانونی و برخلاف مصوبات بار ولسی جرگه، جناب آقای حاجی عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برخلاف مصوبات امروز تعدادی از کسانی که توسط کمیسیون انتخابات در یک اقدام غیر قانونی به حیث وکیل معرفی شدند و خود آقای معنوی هم بار بار گفته که این کار غیر قانونی و اصول شکنی هست، اینها را به حیث
نماینده مردم در داخل تالار مراسم تحلیفشان را انجام داده. با وجودی که قانون اساسی اجازه نمیده و اجازه هم نیست از نظر قانون اساسی، اما برای تامین منافع عامه و مصلحت ملی امی 62 نفری را که محکمه از چی کشیده و 62 نفر دیگر را اجازه داده امی هر دو گروه داخل بسازن، مجموع اعضای شورا به 37 نفر بلند خرافت و از 242 نفر. اعضای ائتلاف حمایت از قانون تاکید می‌ورزند از هر راهی که ممکن باشد از این فیصله حکومت و ورود اعضای جدید به داخل ولسی جرگه جلوگیری می‌کنند. آنان ورود این افراد و برگزاری مراسم تحلیف 8 تن از نمایندگان جدید را در ولسی جرگه برخواسته از زور و فشارهای رئیس جمهور کرزی بر رئیس ولسی جرگه می‌دانند. از انتخابات پارلمانی افغانستان نزدیک به یک سال می گذرد، اما تا کنون جنجال های انتخاباتی به یک بحران حل نشدنی در کشور باقی مانده است. یک نشریه آمریکایی با اشاره به این مشکل نوشته است 16 دور مجلس نمایندگان نیز به گونه گسترده از سوی دولت به بازی گرفته شده و هیچ دستاوردی نداشته است و از سوی دیگر نبود احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان کار حکومت داری را با مشکل روبرو ساخته و به مشروعیت حکومت سخت صدمه زده است. در حالی که بیش از 100 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت می کنند، اما به دلیل اینکه هیچ یک از این احزاب اهداف فراملیتی نداشتند و فعالیت های آنان در افغانستان چندان مؤثر نبوده است و سوی همسوی استفاده از سوی افراد بلندپای احزاب سیاسی از منافع حزب باعث بی‌اعتمادی به احزاب سیاسی در کشور شده است. با این حال نشریه فورین افرس چاپ آمریکا می نگارد نبود احزاب سیاسی در افغانستان کار حکومت داری را مشکل ساخته و مشروعیت حکومت را صدمه زده است و قوه مقننه که باید به شدت از فعالیت های دولت نظارت کنند به دلیل نبود احزاب قدرتمند سیاسی از سوی دولت مردان به بازی گرفته شده است و حدود یک سال است که از انتخابات پارلمان در این کشور می گذرد، اما هنوز هم جنجال های انتخاباتی به قوت خود باقی است. اما یک آگاه مسائل افغانستان به این نشریه گفته است که حکومت با این رویکرد می خواهد آنان را در ردیف مخالفان سرسخت خود تبدیل کند. این در حال است که برخی اعضای پارلمان پیش از این گفته بودند در صورت عمل شدن خواسته های دولت در پارلمان آنان در مقابل دولت دست به اقدامات نظامی خواهد زد. از سوی هم به نوشته نشریه اجازه فعالیت با گروه های سیاسی مختلف و شمال طالبان که به صورت مشروع و صلح‌آمیز در سطح ملی با هم رقابت کنند برای ثبات حکومت افغانستان مؤثرتر است تا معامله پشت پرده شخص آقای کرزی با طالبان. از سوی دیگر نشریه می نگارد ایالات متحده آمریکا باید حکومت افغانستان را تشویق نماید قدرت را در سطح ولایات و ولسوالی ها انکشاف بدهد تا مردم خود بتوانند ولسوال ها والی های خود را انتخاب کنند و در حیات سیاسی کشورشان شریک شوند. نشریه در ادامه می نویسد همراه با تغییرات ساختاری در تفویض صلاحیت ها و اجازه دادن به احزاب سیاسی قبل سال 2014 میلادی بهترین راه برای به وجود آمدن حکومت مشروع و باثبات در افغانستان می باشد. در حالی که روز گذشته رئیس جمهور کرزی در نشست چهار جانبه در تاجیکستان در مورد مسائل مختلف به ویژه مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر دار و گفتگو نمودند، برخی آگاهان با اینکه نقش دولت تاجیکستان را برای جلوگیری از برخی چالش‌ها در کشور اثرگذار خوانده، ولی میگویند تا زمانی که حکومت افغانستان در سیاست‌های خارجی خود تعادل را با کشورهای بیرونی رعایت نکند این نشست‌ها نمی‌تواند منافع کشور تمام شود. نشست چهار جانبه افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان که هر ساله یک بار برگزار می گردد، سال روان این نشست در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد و رهبران این کشورها در مورد مبارزه علیه تروریسم مواد مخدر و همکاری های اقتصادی گفتگو کردند. با این حال برخی آگاهان به این باورند که این نشست بتواند از اهداف شوم کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان جلوگیری کند. ز فکر کوم چې دا ډول لیدنه کتنې د مشرانو د هیوادونو د خاص ډول د همسایه ملکونو د مشرانو تر منځ دا ګټور بل کیږي او دا کدی شي چې پراتلونکو کې د همسایه ملکونو سره د افغانستان د یو بل پوړاندې د اعتماد فضا رامنځته شي، د ګډې همکارۍ فضا رامنځته شي، تر څو چې په افغانستان کې د بې ځایه لاس وهنو پر ځای د افغانستان په چارو کې همسایه ملکونه مرسته وکړي، نو په دې اساس
زی گتور بولم. اصوی دیگر این آگاهان حکومت را متهم می کنند که در سیاست های خارجی خود تعادل را در نظر نمی گیرد که این موضوع سبب شده است تا کشورهای همسایه اهداف شوم خود را در افغانستان تعقیب کنند. چلی بعد مرغ مونگا یا در افغانستان لوری و نشو کولی پا خپل خارجی سیاست که چرا دوی پا اساس کسیر محوری دیپلماسی بند خپل نړیوال سیاست غوره کړی ده، خو وی نشو کولی چې دغه سیاست په کار اچولو سره انډول د دغه هیوادونو سره وساتي. تاسو ګورئ ډیری وخت کې یا د پاکستان ته زیات ارزښت ورکوي یا د ایران ته یا هند ته یا نورو هیوادونو ته. زه په دې باور یم که چېرته دغه انډول وساتلی شي او ټول هیوادونو ته په یو اندازه کې برخه ورکړی شي او ټول هیوادونه په دغه کشالو کې شریک وساتلی شي، ځکه چې دغه هیوادونه د کشالې یو برخه ده، یو پریق ده. نو موږ دا نشو کولی چې د بحثونه لری وساتو. این در حال است که مردم افغانستان آرزومند هستند که این نشست ها بتواند جنبه عملی پیدا کند. برخی ها به این باورند که نشست های زیادی در مورد افغانستان برگزار شده ولی به کدام نتایج دست نیافته. در حالی که سال گذشته عملیات برای پاکسازی ولسوالی ژرای ولایت قندهار از جد مخالفان را اندازی شد، اما هنوز هم ناامنی و ماین‌گذاری ها تایید جدی برای باشندگان این ولسوالی محسوب می شود. اما مقام های امنیتی می گویند که مخالفان مسلح در این ولسوالی سرکوب گردیده و توان مقابله با نیروهای امنیتی را ندارند. ولسوالی ژرای از ناامن‌ترین ولسوالی های کندهار به حساب می آید و بر این اساس سال گذشته عملیات تصفیه‌ای از سوی نیروهای افغان و بین المللی در این ولسوالی راه اندازی شد. اما باشندگان ژرای می گویند هنوز هم نمی توانند به گونه بهتر و آرامش خاطر کارهای روزمره خود را به پیش ببرند. آنان از فعالیت های مخالفان مسلح در این ولسوالی ابراز نگرانی می کنند. که در تعلیب خاطر داشتو خو حکومت نمی پریشتی که در حکومت خاطر داشت تعلیب نمی پریشتی چوکم جون منسته کار منسته کستا خپل کار تشوه که دلی نسو خپل رشکه خپل غنم خپل کشت یا بلی نسو موز پا جی نسو رو کلاله چه مینو نجیب مو کندانی آنی پوتی جیار آواز چی وینی نن دا بزگر پورتا کری نن آده خدای بیچارا پورتا کری بس دست کار. اما جنرال عبدالرزاق سرپرست قماندانی امنی قندهار می گوید مخالفان مسلح در این ولسوالی سرکوب شدند و توانایی نبرد رویارویی را با نیروهای امنیتی ندارند و تنها به ماین‌گذاری ها روی آوردند. با این حال نیاز محمد سرحدی ولسوال ژرای فعالیت مخالفان و ماین‌گذاری ها را در این ولسوالی تایید می کند. دشمن تیوشم جنگ را باید لکارسان چپلار کمینانش داخل مباغوی که میشدی، داخل بجای دردی که میشدی، دشپی داخل بدو کورو مختم کرد و دشپی مراوزی در سر درو بود. رئیس معلومه ده چه دشمن ده شکست کنه دید، ده مینو چه خبرت ده ده نور چه پاته میدید. یوازی مینو ده یاو یاده با کلی که پاگه ساخوی که چه اغیر امنیتی پستو چه لیری دی پاگه زایو که خلق تایدیدی، مشرار تایدیدی، امانه زنه دی چه امنیت نست. قابل یادآوری است که سال گذشته در شماره از ولسوالی های قندهار بر ضد مخالفان مسلح دولت عملیات های راه اندازی شد و نسبتاً امنیت در این ولسوالی ها خوبتر شده بود، ولی در این اواخر ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته و بر این اساس رئیس جمهور کرزی اسدالله خالد وزیر سرحدات را به عنوان رئیس شورای نظامی قندهار تعیین کرد. شورای ولایتی اروزگان به هیچ وجه مورد پذیرش مردم این ولایت نیست. شماری از باشندگان اروزگان با ابراز این مطلب به شورای ولایتی این ولایت به شدت انتقاد نموده میگویند، با آنکه این شورا برای حل مشکل مردم ایجاد شده ولی تاکنون نتوانسته است به مشکلات آنان رسیدگی کند. اما مسئولان این شورا این ادعاها را رد نموده و به بنیاد میخوانند. باشندگان ولایت اروزگان میگویند شورای ولایتی این ولایت به صورت رأی مستقیم مردم این ولایت ایجاد شده و مسئولان آن انتخاب گردیدند تا به مشکلات باشندگان این ولایت رسیدگی کنند. اما این شورا تا کنون توجه چندانی به مشکلات مردم نکرده است و بر این اساس مورد پذیرش باشندگان این ولایت نمی باشند. این شورا هیچ خدمت تو نمی کرده. یا کلی وای دا سرکان بجور وای دا شریان بجور دا دمون بیا خطلی وای من دا بران چیتی دا بازار مشکل خود دا بازار دنبر نسو دی خوش خدیر که دنبر جوری که سره ایچ هم مشتا کار نده کلی دیست نه چی آوازی بلایی چی شورا امریکای هم نده کلی نده بلچا کلی دی نه بلچا کلی دی. با این حال امان الله هوتکی رئیس شورای ولایتی اروزگان این ادعاها را رد نموده و به اساس خوانده میگوید.
این شورا به خاطر پیشرفت و بازسازی این ولایت کارهای زیادی را انجام داده است، اما عدم حضور مسئولان این شورا و وظایف خویش باعث کندی کار شده است. وکیلان صاحبان د خپل شخصي ژوند مسؤلیت خاطر باندې به خود غسل غلی نخلاص بی وظیفیت باندې راغی دا د زینه مشکل ده، خو په هغه اندازه نه دی که خلک شوی عمومي خلک چې بیخي دوی نړیر وای چې بیخي وظیفیت نه راځي، خو په هغه اندازه نه دی که څونی چې موږ وای دا خلک تقاضا لري وجه باندې نه راځي. او بل خبره په دې ځای کې ده، شورای ولایتي خپله پروژه نه لري چاته وای شورای ولایتی یو مشورتی ارگان داره. باید گفت شورای ولایتی ارزگان 8 عضو دارد که یکی از آنان زن است و 7 تن دیگر آنان مرد می باشد و نگرانی باشندگان این ولایت در حالی مطرح می شود که نه تنها شورای ولایتی بلکه مسئولان دولتی ارزگان برای پیشرفت و بازسازی این ولایت توجه جدی نکردند. طالبان مسئولیت کودکان اختطاف شده در باجاور را با عهده گرفتند. 3 کودک روز پنجشنبه از باجاور پاکستان که مرز مشترک با ولایت کنر دارد اختطاف شدند. سخنگوی طالبان در باجاور گفته است این کودکان از آن سوی مرز گرفتار شده و به جای نامعلوم برده شدند. با گفته وی شورای محلی طالبان در مورد آنان قضاوت می کند که سرنوشت این کودکان چی خواهد شد. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان می شود، همراه من باشید. افغان نیوز گویای خبرهای و این هم چند خبر از منطقه و جهان. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران است که ایران به صورت مخفیانه روی یک برنامه تولید سلاح اتمی کار می‌کند. گزارش تازه این آژانس نشان می‌دهد که ایران در حالت مستقرسازی تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم در یک پناهگاه زیرزمینی است و استفاده از آن می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم را برای تولید سلاح‌های اتمی بیشتر سازد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه ای را در مورد برنامه اتمی ایران منتشر کرده است. در این گزارش که در اختیار شورای امنیت سازمان ملل و 35 کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته آمده است، این نهاد به شکل فزاینده نگران وجود احتمالی فعالیت‌های مخفیانه اتمی توسط سازمان‌های مرتبط با نهادهای نظامی در ایران در گذشته و حال است که از جمله فعالیت‌های مربوط به تولید یک کلاهک اتمی برای یک موشک را شامل می‌شود و در مورد آن اطلاعات تازه به آژانس میرسد. بر اساس گزارش آژانس ایران در زمینه غنی‌سازی یورانیم نیز پیشرفت داشته است و این کشور غنی‌سازی یورانیم را در یک پناهگاه زیرزمینی در نزدیک شهر قم دستگاه‌های برای غنی‌سازی یورانیم تا درجات بالا تعبیه می‌کند آغاز کرده است. این تأسیسات زیرزمینی در مقایسه با تأسیسات دیگر در برابر حمله‌های هوایی امن‌تر هستند. با گزارش آژانس ایران همچنین در تأسیسات دیگر سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر را به جای سانتریفیوژهای قدیمی نصب کرده است. تولید یورانیم غنی شده کم غلظت در ماه آگوست به 4.5 تن رسیده است، در حالی که این رقم در ماه می به 4.1 تن بوده است. در گزارش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی همچنان آمده است که ایران در موقعیت است می تواند بدون کمک خارجی از یورانیم غنی شده میله های سوخت برای راکتورهای اتمی تولید کند. سازمان نظار از حقوق بشر اعلام کرده است که ایران و ترکیه به صورت عمدی غیر نظامیان را در کردستان عراق مورد حمله قرار می دهند. این سازمان بان که از وضعیت ناگوار کردها خبر داده ولی از حکومت‌های تهران و استانبول خواسته است تا به قوانین بشر دوستانه احترام بگذارند. سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد که به احتمال زیاد ایران عمدتاً غیر نظامیان را در کردستان عراق مورد حمله قرار داده است. در این اعلامیه آمده است که بر اساس شواهد موجود دو کشور ایران و ترکیه اقدامات لازمه را برای به حداقل رساندن تلفات افراد غیر نظامی انجام ندادند.
سپاه پاسداران ایران از اواخر ماه جولای با اجرای عملیات گسترده در شمال غرب این کشور اعضای گروه پژاک را هدف قرار داد. پژاک یک گروه مسلح است که خود را حزب سیاسی معرفی می کند که هدف آن ایجاد تغییرات اساسی در جامعه ایران به خصوص جامعه کردهای این کشور است. سال هاست که غیر نظامیان شمال عراق از این نوع حملات آسیب دیدند، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خراب است. صرف نظر از دلایل این دو کشور برای حملات نظامی، آنان باید به قوانین بشردوستانه احترام بگذارند. در اعلامیه نظارت از حقوق بشر به نقل از مقامات و ساکنان کردستان عراق آمده است که بسیاری از مناطقی که مورد حمله قرار گرفتند غیر نظامی هستند و گروه های نظامی در آن فعال نیستند. حملات نیروهای ارتش ترکیه به مواضع پیکارجویان PKK در شمال عراق از روز چهارشنبه آغاز شد. این حملات زمان شروع شد که 9 سرباز ارتش ترکیه در جنوب شرقی این کشور در حمله ای که گمان می رفت توسط پیکارجویان کرد صورت گرفته باشد کشته شدند. پس از این حملات ارتش ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که حملات به مواضع پیکارجویان در کوهستان های شمال عراق ادامه خواهد داشت. در این اعلامیه آمده است که در این عملیات حدود 100 تن کشته و 80 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت خارجه روسیه اقدام اتحادیه اروپا برای تحریم نفت سوریه را محکوم کرده است. کشورهای از اتحادیه اروپا روز گذشته توافق کردند که به خاطر سرکوب خشونتبار اعتراضهای دولتی در سوریه تحریم‌ها علیه این کشور را جدی‌تر سازند. این کشورها واردات نفت از سوریه را ممنوع کردند، اما قراردادها تا ماه نوامبر میلادی به جای خود باقی خواهد ماند. رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی بریتانیا گفته است که لندن و واشنگتن باید به دنبال راهی برای مذاکره و مصالحه با القاعده باشند. خانم الیزا مانینگهام که تا سال 2007 میلادی این سازمان را رهبری میکرد، مذاکره را یگانه راهی برای پایان مبارزه با تروریسم خواند. تاکید میکند که اقدام نظامی و امنیتی به تنهایی مشکل تروریسم را حل نمیسازد. و خبر اخیرین ساعت این که مخالفان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ادعا میکنند که نیروهای امنیتی این کشور روز گذشته 20 تن از تظاهرکنندگان را به قتل رساندند. این تازه ترین تظاهرات معترضان سوریه است که پس از برگزاری نماز جمعه انجام می شود. برخی از تظاهرکنندگان خواهان اعزام نیروهای ناظر به سوریه شدند، اما دولت سوریه گفته است که مخالفان 3 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رساندند. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. اوقات خوش در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.